افغانستان او زن و مرد 20 سال شلاق خور 20 سال شلاق خور پیشنه. اعتراضات زنان افغان در کابل و بدخشان. طالبان هشدار داد مردم بدون اجازه تظاهرات نکنند. جبهه مقاومت ملی از جامعه جهانی خواست دولت طالبان را به رسمیت نشناسد. با یک سخنگوی طالبان صحبت خواهیم کرد و از او می‌پرسیم این بود دولت فراگیر؟ جای خالی زنان در دولت طالبان، با وزیر پیشین و اولین والی زن افغانستان صحبت می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب 20مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، میراث شیر پنچیر برای افغانستان امروز چیست؟ کمبود و گرانی دارو، درد مضاعف بیماران مبتلا به کرونا در ایران. مقام های بهداشتی میگویند در حال عبور از اوج اپیدمی هستیم. و صدرنشینی ایران در پایان هفته دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال. از واکنش‌ها و حاشیه‌های این بازی خواهیم گفت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. یک روز پس از اعلام ترکیب دولت موقت طالبان در کابل، آمریکا و اتحادیه اروپا از عمل نکردن طالبان به وعده‌هایش انتقاد کردند و گفتند که این دولت فراگیر نیست. اتحادیه اروپا گفته که تشکیل دولتی فراگیر یکی از 5 شرط تعیین شده برای ایجاد روابط میان اتحادیه اروپا و حکومت جدید در افغانستان بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم این دولت را نامشروع خوانده و از جامعه بین‌الملل خواسته آن را به رسمیت نشناسد. همزمان با وجود هشدارهای طالبان، زنان افغان در کابل و فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، به خیابان آمدند و به کابینه موقت طالبان اعتراض کردند. در کابینه که دیروز طالبان معرفی کردند، هیچ زنی حضور ندارد و شماری از اعضای آن تحت تعقیب نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی هستند. در تحول دیگر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، پس از 3 هفته سکوت از مردم افغانستان عذرخواهی کرده و گفته که او به اصرار نیروهای امنیتی از افغانستان فرار کرده تا مانع خونریزی بیشتر شود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. زنان در کابل امروز هم به خیابان‌ها رفته و به طالبان و کابینه آنها اعتراض کردند. با وجود خشونت دیروز طالبان، این هم پاسخ خشونت‌آمیز طالبان. تعدادی از خبرنگاران اطلاعات روز هم که این تظاهرات را پوشش می‌دادند، چند ساعتی بازداشت و بعد آزاد شدند. اما با این حال و روز، دو همکار اطلاعات روز جای ده‌ها کابل و شلاق بر سر و صورتشان باقی است. بی حال و در حال ضعف به دفتر آوردیم. این هم تجمع امروز زنان در مرکز ولایت بدخشان و حضور طالبان که سعی در متفرق کردن آنها دارند. سخنگوی طالبان دیروز تجمع را ممنوع کرده بود. وزارت داخلی افغانستان در نخستین اطلاعیه‌اش بعد از تعیین سرپرست هشدار داده که برای راه‌اندازی تظاهرات تلاش نکنند. این وزارتخانه گفته برگزار کنندگان تظاهرات باید 24 ساعت قبل درباره هدف، شعار، محل، زمان و پایان تظاهرات اطلاع دهند. طالبان در حالی کابینه موقتش را اعلام کرده که واشنگتن میگوید عجله‌ای برای به رسمیت شناختن این کابینه ندارد. با وجود اینکه طالبان وعده داده بودند دولتی فراگیر معرفی می‌کنند، نام‌های منتشر شده همه اعضای طالبان هستند. به پیشینه آنها هم توجه خواهیم کرد. می‌دانیم که طالبان می‌گویند آنها سرپرست و وزیر موقت هستند. آنها را بر اساس اعمالشان قضاوت خواهیم کرد. جامعه بین‌الملل انتظاراتش را به روشنی بیان کرده که مردم افغانستان استحقاق این را دارند که دولتی داشته باشند که نماینده آنها باشد. محترم الحاج ملا محمد. کابینه طالبان کابینه است که هیچ زنی در آن حضور ندارد. کفیل ریاست وزرایش محمد حسن آخوند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است و یکی از اعضایش سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در فهرست کسانی است که آمریکا برای یافتنش 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. چین با طالبان مشکل واقعی داره.
اما اونا تلاش میکنن بر سر مقدماتی با طالبان کار کنن. مطمئنم همونطور که پاکستان این کار رو میکنه و روسیه و ایران، همه تلاش میکنن که بفهمن الان باید چی کار بکنن. بنابراین جالبه که ببینیم چی میشه. پاکستان همواره به حمایت از طالبان متهم بوده. موضع پاکستان بسیار روشن است. مدت هاست گفته ایم گزینه نظامی برای بحران افغانستان مناسب نیست. عمران خان نخست وزیر ما بارها گفته تنها راه حل سیاسی و با رهبری افغانها و با مدیریت خودشان است. ما الان از طالبان انتظار داریم که با همه طرف ها کار کنند تا راه حلی سیاسی و دولتی فراگیر تشکیل دهند تا منافع همه گروه های قومیتی در افغانستان را تأمین کند. قطر هم که از روی کار آمدن طالبان خوشنود به نظر می رسد، حالا نگاه مثبتی به کابینه جدید دارد. طالبان عملگرایی زیادی از خودشون نشون دادن. بذارین از این فرصت استفاده کنیم و یه بار دیگه احساساتمون رو کنار بذاریم. ایدئولوژیشون رو کنار بذاریم و به رفتار عمومیشون توجه کنیم. همزمان که همه نگاه ها به کابینه جدید و بازیگران سیاسی است، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان در این کشور در خطر است و سازمان ملل از احتمال یک فاجعه انسانی خبر می دهد. نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان نیاز به کمک بشردوستانه دارند. 18 میلیون نفر به طور کلی نیاز به کمک دارند. 14 میلیون نفر نیاز به غذا دارند. 9 میلیون نفر نیاز به آب دارند. 600 هزار نفر در همین سال جاری بیجا شدند و 5 میلیون نفر از سال قبل آواره هستند. با اینکه طالبان با در دست گرفتن قدرت وعده داده که حکومتی فراگیر، معتدل و مدرن خواهد داشت، رفتارش در بیش از 3 هفته گذشته نشان داده هسته اصلی این گروه تغییر نکرده و رویکردش به زنان، حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی همان رویکرد قبل است. فرین آسمی، بی بی سی. انعام الله سمنگانی از سخنگویان طالبان از کابل با ماست. آقای سمنگانی، خوش آمدید به برنامه. دولتی که معرفی کردید شما، دولتی که به وضوح دولت فراگیر نیست، همه اعضایش مرد هستند، 95% پشتون هستند. شما به جامعه جهانی وعده داده بودید که دولت فراگیر تشکیل میدید. آیا به جامعه جهانی دروغ گفته بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست باید واضح ساخت که کابینه که از سوی امارات اسلامی افغانستان دیشب اعلان شده، کابینه ابتدایی سرپرست و قابل تغییر است. این معنا که این کل کابینه نیست، بلکه برخی از کابینه هست. هنوز در وزارت ها و ریاست های مهم مسئولان گماشته نشدند. وزارت هایی که باقی مانده است بیشتر وزارت های تکنیکی و فنی هست، مثل وزارت تجارت، وزارت صحت، وزارت زراعت و همچنان وزارت های دیگر. و قرار است که مسئولین در این وزارت ها شخصیت های اصلی به سران طالبان داده شده. و در کل کابینه ای که اعلان شده است، کابینه سرپرست است و قابل تغییر است، به امید این که با گذشت زمان بهتر و بهتر شود. ولی تا همین جای کار سمت‌های اصلی، وزارت‌های اصلی به اعضای شناخته شده طالبان و شبکه حقانی داده شده. بله، اصلا در کل دنیا معمول این است که وزارتخانه ها به اساس وابستگی های سیاسی توزیع می شود و افغانستان امروزی نیاز به این دارد که هرچی زودتر یک کنترل و نظم در اینجا حاکم شود. بنابراین رهبری امارت اسلامی افغانستان لازم دانست از کادرهایی که در صف امارت اسلامی افغانستان وجود داشتند و از 20 سال به این سو مبارزه و مقاومت افغانها علیه اشغال امریکایی و ناتو را رهبری میکردند و در عرصه های خود خیلی موفق و کامیاب بودند، برای فوری از تجربه های آنها استفاده بکنند و از خدمات آنها مستفید شوند. آقای سمنگانی، امید این است که با گذشت زمان بر اساس توانایی و دانششون انتخاب شدند در کابینه ما جای یابند. آقای سمنگانی، عبدالباقی حقانی شده وزیر موقت تحصیلات عالیه. آقای حقانی بخشی از شبکه حقانیه که مسئول حمله به دانشگاه کابل بوده. بیش از 20 دانشجوی افغان کشته شده توسط شبکه حقانی. چطورشون میتونه وزیر تحصیلات عالیه باشه؟ شما کاملا اشتباه گرفتید. برای شما کسی درست معرفی نکرده. عبدالباقی حقانی یک کاملا شخصیت علمی و یک کادر علمی از آنها کتاب‌های زیادی تألیف و تصنیف کرده اند و آنها تقریبا اصلا آدم نظامی نیستند. کسی به شما معرفی کرده اشتباه کرد. آنها یک شخصیت هستند که
کاملا علمی هستند. آقای سراج الدین چطور؟ بایوگرافی آنها درست مطلع نشده اید. آقای سمنگانی، آقای سراج الدین وزیر داخلی شما چطور؟ ایشون تحت تعقیب FBI آمریکا هستند. گروه شبکه حقانی از دید آمریکای گروه تروریستی، آیا واقعا شما در پی ارتباط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستید با این کابینه‌ای که معرفی کردید؟ وضعیت کاملا تغییر خورده است. ما فکر میکنم که در گذشته از سوی سازمان سیای امریکا و غیره ترتیب داده شده بود و فیرست هایی که ترتیب داده شده بود کاملا نادرست بود. الحمدلله مبارزه افغانها در برابر اشغال کامیاب شده و موفق شده. این خود نشان میدهد که کسانی که در رأس این مبارزه قرار داشتند آنها به یک پیروزی بزرگ رسیدند. جهان باید افغانستان امروزی را ببیند و با واقعیت هایی که امروز در افغانستان موجود است تن بدهد. آقای سمنگانی، واقعیت های امروز افغانستان رو تصاویرش رو شاهد بودیم. شما معترضان زن رو با شلاق کتک زدید، شما دیروز شلیک هوایی کردید، در هر دو نفر کشته شدند، چندین معترض زخمی شدند. این واقعیت امروز افغانستانه؟ این تجمعات و اعتراضاتی که صورت گرفته کاملا به شکل غیر قانونی بوده و هرگز مسالمت آمیز هم نبوده. هر جا اجتماعات و اعتراضاتی که صورت میگیره باید به شکل قانونی بوده باشه. پیش از پیش مسئولان امنیتی در جریان گذاشته نشده بودند و هیچ گونه تدابیری امنیتی بر آنها گرفته نشده بود. آقای سمنگانی، خشونت از جانب معترضان اتفاق نیفتاد؟ معترضان همه غیر مسلح بودند، ضمن اینکه شما روزنامه نگارها رو گرفتید، روزنامه نگارها رو شلاق زدید. همه این تصاویر موجود. آقای سمنگانی، اینجا باید به این نکته متوجه شویم که افغانستان هنوز شاهد یک امنیت کلی نیست. هنوز افغانستان نو چند روز میشد که از چنگ اشغال بیرون برآمده است. هنوز اثرات و پیامدهای اشغال در افغانستان باقی هست. بنابراین لازم نیست و مناسب نیست که در این روزها دست به چنین اعتراضات و تظاهرات زده شود که امکان دارد سببی به روی دادن یک فاجعه بزرگ بشری شود. هنوز اینجا دشمنان افغانها در کشور ما شاید پنهان بوده باشند در حال و حضور داشته باشند که آنها میتوانند یک مشکل بزرگ انسانی را به بار بیاورند. بنابراین امارات اسلامی افغانستان به جدیت در برابر این چنین اجتماعات و تظاهرات برخورد میکنند. بسیار خوب. آقای سمنگانی، آن دسته از مردم افغانستان بدون اینکه مسئولان امنیتی را در جریان بگذارند دست به متفرشم. آن دسته از مردم افغانستان بله. که حکومت طالبانی نمیخوان و امارت اسلامی نمیخوان، چطوری باید اعتراضشون نشون بدن؟ شما که به نظر نمیاد بخواین انتخاباتی برگزار بکنین، رأی گرفته بشه از مردم و یه عده شما رو نمیخوان، چطوری میتونن صلح‌آمیز اعتراضشون نشون بدن، کتک نخورن، شلاق نخورن؟ آنها باید کمی حوصله‌مندی نشان بدهند. هنوز نو یک روز میشه که کابینه دولت اعلان شده و هنوز هم ساختار نظام به گونه درست مشخص نشده. امارات اسلامی بارها وعده داده است که به همه به حقوق اعتراضات، تظاهرات و اجتماعات باورمند است و برایشان زمینه‌های اعتراضات و غیره را فراهم میکنه. اما فکر میکنم هنوز که امارات دولت جدید افغانستان به رهبری امارات اسلامی هنوز به فعالیت خود درست آغاز هم نکرده، این اعتراضات پیش از وقت و بیجا است. به اعتراضات اشاره کردی، درباره وضعیت پنجشیر میخوام بدونم. آقای سمنگانی، آیا پاکستان به شما کمک کرد در حمله به پنجشیر؟ بله. تایید میکنید که پاکستان به شما هم کمک کرد در حمله به پنجشیر؟ نه خیر، اصلا هیچ همکاری پاکستان با ما نداشته. اصلا هیچ بمباردی در پنجشیر نشده، نه به نفع ما نه علیه ما. این همه توطیه است، شایعات است، کاملا بی اساس است. ما هیچ نیازی نداریم به کمک پاکستان در پنجشیر، چون وقتی که ما بر 33 ولایت کشور سلطه داریم، کابل در سلطه ما است، تمام شهرهای بزرگ در سلطه ما است، پنجشیر در کاملا از چهار طرف در محاصره ما بود. پس ما چه نیازی داشتیم به کمک های نظامی یا غیر کمک های نظامی پاکستان در پنجشیر؟ این کاملا یک توجیه نادرست است و یا اینکه یک توجیه است برای شکست خود و یک بینی خمیری ساختن است برای شکست خود، دیگر هیچ معنایی ندارد. و در نهایت شما گفته بودید که قرار بود دیروز برق و اینترنت پنجشیر وصل بشه، چرا هنوز نشده؟ بله، چون شما شاید در جریان بوده باشید، پایه‌های برق در پنجشیر بر اثر درگیری‌هایی که بین دو طرف شده بود تخریب شده بود، از بین رفته بود. تیم‌های تکنیکی و فنی ما در این راستا کار می‌کنند و امید است که بسیار به زودی این پایه‌ها دوباره آباد شوه و درست شوه و به کار خود آغاز بکنه و مردم محترم پنجشیر از خدمات برق و اینترنتی مستفید شوند.
سپاسگزارم انعام الله سمنگانی از سخنگوهای طالبان. و اما حبیبه سرابی وزیر پیشین امور زنان و اولین والی زن در افغانستان از استانبول با ماست. خانم سرابی خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای سمنگانی رو در واقع دفاع از دولتی که معرفی کرده طالبان و تاکید اونها بر این که این موقته و قرار نیست به این شکل بمونه. شما چقدر باور میکنید این حرف رو؟ تشکر از شما. سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله شنیدم. و پیش از اینکه به این بارم که چقدر باور میکنم و نمیکنم، جالب بود برای من که از قانون گپ میزنن، قانون اعتراضات. من نمیفهمم که از کدام قانون گپ میزنن، کدام بخش قانون تطبیق شده تا حال در زمانی که طالبا در داخل کابل شدن، چقدر قانون تطبیق کردن، کدام بخشش، و ای که دولت بر اساس کدام قانون ساختن. اینی کلمات یا جملات یا نظرات متضاد که گفته میشه در حقیقت خودش یک رسوایی است. قانون اعتراضات در حالی که در یک حکومت که بر مبنای دموکراسی باشه، قانون اعتراضات و تظاهرات میتونه که وجود داشته باشه. در رابطه با خود کابینه و یا که تعیین وزرا، من زیاد تعجب نمیکنم و نکردم، به خاطر از اینکه این موضوع از وقت برای من شخصا واضح بود، از برخورد، از روش و از در جریان مذاکرات که ما در دوحه داشتیم، طرز برخورد و ای که هیچ زنی در ترکیب هیئت طرف طالبا حضور نداشت یا ای که در هر کنفرانس و نشست و مذاکرات که شرکت میکرد هیچ زنی حضور نداشت و فقط بر مبنای معلومدار حقوق زن بر مبنای اسلام، شریعت اسلامی یادآور میشدن، در حالی که ایره هم یک نوسوی تعبیر میشه از شریعت اسلامی. در اسلام حقوق زیادی برای زنا قائل است یا در نظر گرفته شده یا تسجیل شده، اما متاسفانه مردم چرا اعتراض نکنه وقتی که زن از تعلیم و تربیه و تحصیل به اسلام محروم میشه؟ چرا زنها اعتراض نکنه زمانی که دخترها در مکاتب لیسه یا در مکاتب عالی رفتن نمیتونه؟ چرا زنها و دخترها اعتراض نکنه در صورتی که دروازه های دانشگاه ها برایشان بسته میشه؟ استادای زن امروز مثلا در دانشگاه رفتن، مگر برایشان اجازه داده نشده که در دانشگاه برن؟ پس چگونه اعتراض خود بیان کنن که اینا نتونن در دانشگاه ها حضور پیدا کنن؟ واقعا جای تاسف است با این قسم طرز بیان. خانم سرابی، شما زمانی که با رهبران طالبان در دوحه مذاکره می کردید و چنین رفتارهایی رو شاهد بودید، شما هشدار ندادید به جامعه جهانی درباره این موضوع؟ سراسر صحبت‌های ما هشدار بوده، همیشه ما این موضوعات گفتیم. حتی زمانی که امریکا، ما بیشتر از گپ از موضع امریکا متعجب میشم که میگه که دولت همشمول نیست. مگر امریکا نمیفهمید گپ؟ بارها بر امریکا گفته بودیم، حتی زمانی که امریکا با طالبان مذاکره داشت و زمانی که سند امضا کردن، ما برای آقای خلیلزاد در سفارت یادآور شدیم و ما در استانبول برشان یادآور شدیم که شما بالاخره امارت پذیرفتین. اونا توجیهات مختلف نکردن. به هر صورت ما صحبت های بسیار سخته هم در تای کنفرانس ها، نشست ها و در بخش های مختلف داشتیم. مثلا در کنفرانس مسکو شما شاهد بودین که ما گفتیم چرا من تنها زنی هستم که اینجا شرکت میکنم، یا به طور مثال در نشست ها و امریکا ما بارها به نماینده های امریکایی مسائل گفتیم. اما متاسفانه با کلمات توخالی همیشه میخواین توجیه کنن نابسامانی هایشان و ناکامی هایشان توجیه کنن. متاسفانه جامعه جهانی، متاسفانه در رأس امریکا همیشه خواسته با ما یک بازی دوگانه کنه. از یک طرف طالبان را حمایت میکردن، از طرف دیگه هم و گویا ما را فریب میدادن که ما میخواییم برای شما صلح آرامش به وجود بیاریم. کدام صلح آرامش؟ صلحی که در او تمام مردم افغانستان، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی خود در او نبینه. بلد. او صلح نیست. خانم سرابی، شما جزو زنان پیشروی افغانستان بودید، جزو اولین مقام‌های کابینه دولت پیشین بودید. وقتی که به عملکرد دولت نگاه می‌کنید، چقدر دولت اشرف غنی رو مقصر رسیدن به این موقعیت می‌دونید؟ امروز آقای اشرف غنی بیانیه‌ای منتشر کرد و به نوعی خودش رو آنچنان مقصر نمی‌دونست، ولی به هر حال ما گزارش‌های متعددی داشتیم از فساد بسیاری از مقامات، از بی‌انگیزگی بسیاری از مقامات، و حتی خود طالبان هم متعجب شدن از سرعت سقوط بسیاری از
از شهرها و ولایات افغانستان. مشکل کجا بود؟ شما کار کردید از نزدیک با اینها؟ بدون شک این یک مشکل جدی و یک مشکل کلان بود. آقای غنی نمیتونه که به این قسمت به این قسم روی خود سفید کنه که بگویه من معذرت میخوام افغان مردم افغانستان. افغانستان به سکوت برابر کرد، مردم افغانستان تباه کرد. میتونست که به شکل یک کمی به اصطلاح درسترش حل شود. میشد که یک توافق نامه که باید امضا میشد اقلا تسلیم مسئولیت ها تقسیم میشد و میتونست که من مرحله گذار به شکل آبرومندانه ترش طی مراحل می شد. اما به یک بودگی افغانستان، مردم افغانستان و همه چیزایی را که ما داشتیم همه را رها کرد و رفت و این واقعا یک روسیاگی و یک روسیاهی و یک شرمندگی خاص برای تاریخ افغانستان و همچنان برای مردم افغانستان ماند. این وضعیت واقعا غیر قابل تحمل است و این وضعیت غیر قابل پیش بینی بود. ما قبول میکنیم که دولت افغانستان متاسفانه بسیار خلاهای کلان داشت، متاسفانه فساد مالی و فساد قومی و این موضوعات یکی از مشکلات جدی بود. ما میتونست که اصلاح شود، اما از آن جایی که نتونست درست حکومت داری کنه همه موضوعات به هم گره خورد و بالاخره سرنوشت نافرجام را بر مردم افغانستان به ارمغان گذاشت. سپاسگزارم. حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان افغانستان. شکر از شما. همونطور که در گزارش ابتدای برنامه اشاره شد، روزنامه اطلاعات روز افغانستان اعلام کرده که عده‌ای از خبرنگارانش را طالبان چند ساعت بازداشت کردند و آنها را شلاق زدند. این روزنامه عکس‌های این روزنامه نگاران را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که آثار شلاق و کابل بر سر و بدنشان دیده می‌شود. زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز از کابل با ماست. آقای دریابی، ابتدا برای ما توضیح بدید لطفاً که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. سلام بر شما و بیننده هایتان. دو تن از خبرنگارای اطلاعات روز همزمان شروع تظاهرات زنان در حوزه سومی پلیس شهر کابل برای پوشش اتفاق رفته بودند. وقتی که اینا در وارد معترضان میشه و از تظاهرات زنان و مردان فیلم برداری میکنه، نیروهای طالبان که مرتبط به حوزه سوم بود، اول یکی از همکارای ما آقای تقی دریابی را دستگیر میکنه و به دنبالش همکار دیگه ما نعمت نقدی را دستگیر میکنن. بعد وقتی که ما مطالعه شدیم که دو تن از خبرنگارای ما دستگیر شده، سردبیر روزنامه به همراه یکی از خبرنگارای ما از دفتر برای گفتگو با مقامات حوزه سوم پلیس اونجا رفتن. یکی از همکارای دیگه ما پلیس هم اونجا بودن. اینا برای میخواستن با طالبا گفتگو بکنه بر سر آزادی خبرنگارای ما، اما به محض که اینا به حوزه رسیدن، در دری ورودی حوزه پیش از این که حتی بتونن کارت خود را نشان بدن که خبرنگارن، توسط طالبا بازداشت شدن. چند مدت در بازداشت بودن و چطور موفق شدید که اونها را آزاد کنید؟ حدوداً 4 ساعت یا بیشتر اینا در بازداشت بودن. ما و همکارایم با ذبیح الله مجاهد و در عین حال با نماینده کمیته مشترک رسانه ها سعی کردیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم طالبا رو وادار به این بکنیم که همکاران اطلاعات روز و سایر بازداشت ها رو رها بکنن. بعد از 4 ساعت با وجود ذکر ذبیح الله مجاهد، تماس اطلاعات روز رو به صورت مستقیم پاسخ نداد، از طریق کمیته مشترک رسانه ها حاضر به این شده بودند که تلاش کنند برای آزادی اونا. ما بیشتر از 4 ساعت در حقیقت منتظر موندیم، اما وقتی که همکارای ما بازداشت شدن، اونایی که بار اول بازداشت شدن، آقای نعمت نقدی و تقی دریابی، وقتی دفتر رسیدن اینا بیحال بودن و آثار شکنجه و لطکو در طول همین 4 ساعت اینا را توانایش را گرفته بودن که حتی بتونن به صورت درست راه برن. شاهد این هستیم که طالبان تهدیدهای زیادی میکنه احزاب رسانه رو در چند روز گذشته و اونها رو منع کرده از گزارش کردن اعتراضات در شهرهای مختلف. شما نگران این نیستید که در چنین فضایی نتونید به کارتون ادامه بدید؟ متاسفانه آنچه که ما امروز دیدیم در بدن همکارای ما و شکنجه
طولانی که اینا شده بودن و آثار لاتوکوویک در تمام قسمت های بدن اینا تقریبا دیده میشه، بسیار بسیار متضاد بود با آنچه که آقای مجاهد و سایر رهبرای طالبان در حضور رسانه های بین المللی و در حضور و برای جامعه جهانی در حقیقت در مورد آزادی بیان و بحث آزادی رسانه ها مطرح میکنند. ما امیدی ما به ایمان رسانه‌ای که هنوز در کابلیم و فعالیت میکنیم برای پوشش رخدادهای افغانستان، از این که ما میتونیم مستقلانه کار کنیم بسیار بسیار کمرنگ شده و ما حس میکنم که فضا برای رسانه های آزاد هر روز تنگتر شده میرود. سپاسگزارم. زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز. سلامت. سرپرست سفارت افغانستان در تاجیکستان از جامعه جهانی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. محمد ظاهر اقبر امروز در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه از تأسیس یک شورای مقاومت خبر داده که به گفته او چهره‌های با نفوذ و مطرح سیاسی افغانستان در آن شرکت خواهند کرد. آقای اقبر همچنین خبر فرار امرالله صالح و احمد مسعود به تاجیکستان را رد کرده. خبرنگار ما سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. محمد ظاهری اقبر، سفیری افغانستان در تاجیکستان، دیپلماتی که امرالله صالح، معاون اولی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را سرپرست مشروعی ریاست جمهوری کشورش می‌داند و از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت می‌کند. به گفته آقای اقبر، آنها به جای فرار نکردند و حالا در افغانستان هستند. امرالله صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستند. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارن. در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارن. جوانی که در هیچ سمت حکومتی قرار نداشت و امروز با افتخار در رأس جبهه مقاومت قرار داره و در دفاع از مردم افغانستان است. ولی ضرورت است که بسیار این ضرور نیست که رهبرای مقاومت و حکومت را هر کس باید ببینه و هر کس در این شرایط اساس با اونا دسترسی داشته باشه. در این اواخر دشمنان افغانستان با ستلایت ها و تلفون ها شرایط را پیدا کردند و میتونستند که محلات رهبران مقاومت و دولت اسلامی افغانستان را تثبیت بکنند. به این اساس کمتر رابطهشان در سطح صفوف کمتر است و این سرصداهایی که برآمده این اساس ندارد. آقای اقبر مدعی شده که طالبان دیروز در پنجشیر گروهی از مردم را کشته و این کشتار را محکوم کرده. او همچنین از جامعه بین المللی خواسته حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. دیروز در دره زیبای پنجشیر طالبان چندان پیروزی به دست نداشتند. تنها یک سرکی که منتهی میشه به آخر پنجشیر در اختیار طالبان است. که 33 ولایت افغانستان جمع حامیان بین المللیشان که اینا را حمایت میکنن به یک دره زیبا هجوم آوردن. من فکر میکنم که یک تعداد از کشورها هنوز هم انتظار هستن که عمل وحشیانی از اینا را تقبیح نکنن. بناهن طالبان در این دره ضربات زیادی را توسط نیروهای مقاومت افغانستان متقبل شدن. بعدن این گروه جهل اطفال پیرزنان و جوانان را از خانهشان میکشه و به تیر میبنده و گلوله باران میکنه. من آرزومند هستم که دنیا در این راستا به تفاوت قرار نگیرن. به هیچ صورت امتیاز در قسمت شناخت طالبان به اینا امتیازی را قائل نشن. سفیر افغانستان در تاجیکستان از تأسیس یک شورای مقاومت در افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. حال ضرور است که ما این مرکز مقاومت خود را وسعت ببخشیم. ضرور است که چهره های بانفوس، چهره های مطرح افغانستان را زیر نام یک شورا جمع بکنیم تا مرکز مقاومت افغانستان در سراسر افغانستان به کار خود شهرت آغاز بکنه. مسلماً معلوم است که مرکز مقاومت افغانستان پنجشیر است. محمد ظاهری اقبر ادعاها را در مورد این که در جبهه مقاومت ملی با طالبان تنها تاجیک ها می جنگند رد کرد. من فکر می کنم که مقاومت
در افغانستان در برابر طالب ها مقاومت تمام مردم افغانستان است. امروز در کنار جبهه مقاومت افغانستان، پشتون ها، ازبک ها، هزاره ها یکی پای دیگر در حالت آماده باش هستند که این جبهه را تقویت بکنند. و در این شکی نیست که اکثریت کسانی که در جبهه مقاومت قرار دارند مردمان پنشیر هستند. سرپرست سفارت افغانستان در تاجیکستان بلافاصله بعد از سقوط دولت اشرف غنی اعلام کرده بود که امرالله صالح را سرپرست مشروع ریاست جمهوری کشورش می داند. با دستور او در محل سفارت افغانستان در شهر دوشنبه عکس امرالله صالح را جایگزین عکس اشرف غنی رئیس جمهوری پیشینی این کشور کردند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. القاعده دو روز قبل از حملات 11 سپتامبر احمد شاه مسعود را در حمله انتحاری کشت. او تنها چند ماه قبل از ترورش درباره خطر اسلامگرایی افراطی در پارلمان اروپا به غرب هشدار داده بود. احمد شاه مسعود به شیر دره پنجشیر معروف بود. نیروهای شوروی سابق و طالبان در دهه‌های 80 و 90 میلادی هیچ کدام نتوانستند این دره را تسخیر کنند. پرهام قبادی نگاهی کرده به زندگی احمد شاه مسعود که از سرشناس‌ترین فرماندهان جنگ‌های چریکی قرن 20 به حساب می‌آید. احمد شاه مسعود از رهبران مجاهدین افغانستان. اینجا 28 ساله است ولی علیه یک ابرقدرت نظامی سلاح برداشته، شوروی سابق، و دولت تحت حمایتش در کابل. اینجا در زادگاهش، دره پنجشیر، دره‌ای که شهرت دارد تسخیر ناپذیر است. با وجود حمله‌های پی در پی ارتش شوروی و بعدتر طالبان، هیچ کدام موفق به فتح پنجشیر نشدند. این فرمانده نامدار 10 سال در دهه 80 میلادی علیه شوروی جنگید و در دهه 90 علیه طالبان و اسلامگرایان افراطی، مقاومتی که او را به شیر دره پنجشیر معروف کرد. این بقایای تانک های شوروی است که ناکام ماندند. فقط تانک ها نبودند. اینجا احمد شاه مسعود خساراتی که به یک مسجد خورده را بررسی می کند. بعد از حمله هلیکوپترهای شوروی، حمله های هوایی هم از پادرشان نیاورد. احمد شاه مسعود به غیر از فارسی و پشتو فرانسوی هم صحبت می کرد. فرانسوی را در دبیرستان استقلال کابل که دو زبانه بود یاد گرفت. بعد رشته مهندسی را در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نیمه تمام رها کرد. از قوم تاجیک و سنی مذهب بود. چهره ای کاریزماتیک که در یک دستش اسلحه بود و دست دیگرش کتاب شعر. ز عشق شسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین به دامن شرارها. احمد شاه مسعود از thoughtful. در کنار چگوارای کوبایی و هوشیمین ویتنامی از معروفترین جنگجویان چریکی قرن بیستم است. اینجا احمد شاه مسعود میگوید کوه‌ها و دره‌های پنجشیر نقطه قوتشان است، ولی برای دشمنانشان دردسر. هرچند حالا طالبان ادعا میکند پنجشیر را تصرف کرده، اما فرماندهان و اعضای جبهه مقاومت ملی از جمله پسرش میگویند به همین کوه‌ها پناه بردند و جنگ چریکی تازه شروع شده. احمد شاه مسعود بعد از خروج شوروی مدت کوتاهی وزیر دفاع افغانستان شد و بعد کناره گیری کرد. مخالفانش در جریان جنگ داخلی افغانستان منتقد عمل کردش بودند. اینجا گلبدین حکمتیار 32 سال پیش در مصاحبه‌ای با بی بی سی او را به نرمش متهم می کند. برادر ماست اما اشتباه زیاد کرده. مثل آتش بس با روزها، این بدترین کار در تاریخ جهاد ما بود. هیچ فرمانده‌ای همچین خطایی نکرده.
آن سالها و در بستر جنگ سرد آمریکا و پاکستان از اسلامگرایانی مانند گلبدین حکمتیار حمایت مالی و نظامی می‌کردند. منتقدان احمد شاه مسعود می‌گفتند او جنگ سالار است. اما همرزم سابقش 10 سال پیش در مصاحبه با بی بی سی فارسی به این انتقاد جواب داد. یک دیدگاهی است که یک جنگ سالار بوده در جنگ‌های کابل نقش داشته که بیشتر مثل که بیشتر تاکید کردم برآمده از اون سلیقه‌های قومی و مذهبی و زبانی و سیاسی و چنین چیزایی است. فهیم دشتی چند روز پیش در پنجشیر کشته شد در جنگ با طالبان، دشمنی که از زمان احمد شاه مسعود در جریان است. بحث پارلمان اروپا قرار دارد. این فرمانده نظامی بارها درباره اسلامگرایی افراطی به غرب هشدار داده بود، از جمله اینجا در فرانسه، تنها کشور غربی که چند ماه قبل از ترورش به آنجا سفر کرد. زنده نماند تا ببیند پیشگوییش درست از آب در آمده. 2 روز قبل از حملات 11 سپتامبر القاعده این فرمانده 48 ساله را ترور کرد. 2 جنگجوی تونسی وانمود کردند که خبرنگارند و برای مصاحبه آمدند. محل دیدار در این خانه در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان بود. بمب در دوربین جاسازی شده بود. او در پنجشیر به خاک سپرده شد و حالا آرامگاهی برایش ساختند. دولت پیشین افغانستان او را قهرمان ملی نامید. قهرمان ملی افغانستان حالا رفته و بعد از 20 سال طالبان دوباره برگشته. اما احمد شاه مسعود پسری به یادگار گذاشته که مصمم است راهش را ادامه دهد. پسری به نام احمد مسعود. پرهام قبادی، بی بی سی. رضا دقتی عکاسی است که دوستی نزدیکی با احمد شاه مسعود داشت و شماری از معروف‌ترین عکس‌ها را از او گرفته. آقای دقتی از باکو به ما پیوستند. آقای دقتی خوش آمدید به برنامه. میراث احمد شاه مسعود رو چه می‌بینید با توجه به گذشته 2 دهه از مرگ او؟ با سلام خدمت همه. میراثی که احمد شاه مسعود به جا گذاشته تو افغانستان به نظر من اولین نمادش همین تظاهراتی هستش که این روزها میبینیم از تمام زنان افغانستان در همه شهرها بر علیه طالبان برخواستن، چرا که احمد شاه مسعود از جمله کسانی بود که همیشه و همواره برابری زنها رو در همه موارد اجتماعی و سیاسی طلب میکرد و به خاطر این میجنگید تا که میگفت که زنها باید حقوق مساوی با مردان داشته باشن. یکی از اینا همین هستش که بعد از 20 سال میبینیم که الان زنهایی که 20 سال پیش طالبان اینطور از خانه در حقیقت بیرون کرده بودند، نمیگذاشتن هیچ کاری بکنن، امروز مثل شیرزنانی در خیابانها ایستادن و تظاهرات میکنن. میراث دومش همین مقاومتی هستش که در دره پنجشیر وجود داره و شروع شده طبیعتاً توسط احمد مسعود، که من او احمد رو هم از بچگی میشناسم و میدونم که چه نشانی از پدر داره و بالاتر از اونم هستش که احمد آن چیزهایی رو که داره در درونش شاید بگم که حتی بیشتر از احمد شاه مسعود هستش که با اون مقاومتی که داره و با این کارهایی که میکنه. و این که میگن پنجشیر رو طالبا گرفتن واقعا خنده‌دار هستش برای من، به خاطر اینکه در سالهایی که شوروی که حکومتشون ارتششون 100 بار قوی تر از طالبان بود، همینطور داخل پنجشیر میشدن در خیابان اصلی و مانور میدادن و بعد به همه جا میگفتن که ما پنجشیر رو گرفتیم، پنجشیر رو گرفتیم، اما نهایتا دیدیم که نه، جنگ چریکی که 2000 سال در این دره وجود داره. ببینید این دره از زمان الکساندر مقدونی تا به حال علیه همه امپراتوری ها، همه کسانی که خواستن این دره رو بگیرن جنگیده. این مردم مردم عادی نیستن، این مردم کسایی هستن که امپراتورهای بزرگ دنیا رو به زانو در آوردن و اینها مانورایی هستش که طالبان رو به داخل بکشن، فکر بکنن که اینا برنده شدن. الان پشتیبان طالبان در حقیقت ارتش پاکستان هستش که کمک میکنه بهشون، نیروهای خاص پاکستان هستش، نیروی هوایی پاکستان هست، اما همه اینها رو مردم پنجشیر
خیلی خیلی وقت پیش هستش که دیدن، 2000 سال تجربه کردن. آقای دقتی، با توجه به شناختی که شما دارین، با توجه به شناختی که شما از جغرافیای دره پنجشیر دارید، آیا چه شباهتی می‌بینید بین این مقاومت، خصوصا که به هر حال جنگ چریکی نیازمند یک سری امکانات و حمایت‌های مالی و تسلیحاتی هست، در فضای امروز فکر می‌کنید که مقاومت در دره پنجشیر چقدر می‌تونه موفق باشه؟ ببینید، جنگ چریکی در حقیقت اونطور هم که فکر میکنید مسئله مالی یا حمایت به اون صورتی که فکر میکنید لازم نداره. یعنی مردم پنجشیر، من تا اون سالهایی که روزها در حقیقت دره رو گرفته بودن، میدیدم که اینا روزها گرسنه، هفته ها بدون هیچ چیزی میجنگیدن. بعدم طالبا اومدن، القاعده اومد سالهای 20 سال پیش، پاکستان اومدن، باز هم جنگیدن با هیچ چیزی. یعنی این یک نوع تاکتیکی هستش که گفتم در منطقه ما 2000 سال ادامه داره. برای همین درست حمایت لازم دارن، درست میدونم الان بسیاری از مردم پنجشیر، زنان، کودکان در دره ها گرسنه هستن، سه روز هستش که غذا نخوردن. من همین یک ساعت پیش در تماس بودم باشون، اما همه اینها رو تجربه کردن و من مطمئنم که این اعلامی که احمد مسعود کرده برای مقاومت ملی، نه فقط برای افغانستان، حتی برای مردم ایران هم، الان ایران هم تأثیر گذاشته، کشورهای دیگه تأثیر گذاشته و آینده این مقاومت رو من روشن میبینم. متشکرم. رضا دقتی، عکاس، تشکر. در ایران وزیر بهداشت گفته که نزدیک به 21 میلیون دوز واکسن کووید در انبارهای این وزارتخانه موجود است. بهرام عین‌اللهی وعده داده با افزایش واردات واکسن تا پایان ماه جاری 40 میلیون دوز واکسن در اختیار نهادهای بهداشتی قرار بگیرد. با این حال داروهای درمان کرونا در ایران همچنان کمیابند و بسیاری از بیماران ناچارند داروهای مورد نیازشان را با قیمت‌های گران از بازار آزاد تهیه کنند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. صف طولانی خرید داروهای کرونا در یکی از داروخانه‌های دولتی تهران. داروهایی که مصرف آنها به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا چند برابر شده. در این پیک پنجم که شاید شدیدترین پیکی بود که بنده خودم به شخص تجربه کردم، روزانه تا به حدود 1200 نفر مراجعه کننده جهت در تهیه داروهای کرونایی، حالا به صورت پراکنده داروی اکتمبرا، داروی فاویپیراویر، داروی رمدسیویر مراجعه می‌کردند. همین موضوع خیلی ها را روانه بازار آزاد کرده، به دنبال دارو با قیمت‌های میلیونی. داروی فاویپیراویر برام نوشته دکتر، برای تقریبا 4 نفر از اعضای خانواده‌ام. متأسفانه هیچ کدوم از داروخانه‌ای کرج نداشت. من مجبور شدم بیام تهران، از صبح زودم اومدم. تهران هم ما خیلی جا زنگ زدیم. سامانه 190 وزارت بهداشت هم زنگ زدیم، متأسفانه جوابگو نیستن. این گزارش روزنامه اعتماد نمونه ای از قیمت‌های نجومی داروست. برای درمان یک بیمار مبتلا به قارچ سیاه که از عوارض برخی داروهای کرونا محسوب می‌شود، 43 میلیون تومان برای خرید 10 ویال آمپول آمفوتروسین بی پرداخت کرده. چنین مبلغی برای داروهایی است که در بازار پیدا می شود، اما خیلی مواقع دارویی در دسترس نیست. رعایت کنید که من دروغ نمیگم که بار چیه. این بار یکی از دوستان، بار سرومه. چند هفته قبل ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی کامیون دارو در گمرک شهریار بلا تکلیف باقی مانده و ترخیص نمی‌شود. همه سرم زدن ماشینا. انتشار آن باعث شد مجوز وزارت بهداشت صادر شود و داروها وارد بازار شوند. اما هنوز مقادیر زیادی در گمرک ترخیص نشدند. خیلی ها همچنان به دنبال دارو هستند. هرچند پزشکان میگویند دارو تأثیر چندانی در درمان بیماری کووید ندارد و تنها راه همچنان واکسن است. حالا مقام های ایران میگویند با افزایش واردات روند واکسیناسیون کرونا سرعت گرفته. ما نزدیک به 21 میلیون دوز واکسن دپو داریم که در انبارهای ما الان موجوده و همینطور واکسن ها به مقدار زیاد فردا مثلا چیز حدود 8 میلیون دوز وارد میشه و همینطور یک شنبه 10 میلیون دوز و ما تا آخر این ماه نزدیک به 40 میلیون دوز و شاید هم تا 50 میلیون دوز واکسن رو در اختیار داشته باشیم.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفته که قرار است مراکز تزریق سه شیفته یا شبانه روزی شوند. با این حال، صف‌های تزریق واکسن کماکان طولانی است و آمار قربانیان بالا. همین امروز 538 نفر. یکی از راه‌های مقام‌های بهداشتی برای تسریع واکسیناسیون و پایین آوردن تعداد قربانیان، تزریق تلفیقی از یک دوز واکسن اسپوتنیک و یک دوز آسترازنکا است. تصمیمی که خیلی ها می‌پرسند عوارض احتمالی آن چیست؟ در مورد اسپوتنیک و آسترازنکا چند تا مطالعه شروع شده، تا چند ماه دیگه احتمالاً نتایجش میاد بیرون و ما می‌تونیم که به طور مطمئن‌تری بگیم که کدوم ترکیب نتیجه بهتری خواهد داشت. ولی از نظر اصولی آسترازنکا و اسپوتنیک واکسن هستن که خیلی شبیه به هم هستن. هر دوتاشون از یه آدنو ویروس استفاده میکنن برای انتقال کد ژنتیکی ویروس کووید و عملا دوتا واکسنی هستن که خیلی شباهت دارن آسترازنکا به یکی از دوزهای اسپوتنیک. مقام ها میگویند افزایش روند واکسیناسیون کرونا در روزهای گذشته باعث شده ایران در حال عبور از اوج اپیدمی کرونا باشد، اما هنوز بیمارستان ها پر از بیمار است و خانواده های زیادی درگیر خرید داروهای کمیاب و گران قیمت کووید 19، شرایطی که نشان میدهد فاصله زیادی تا کنترل بحران کرونا باقی مانده. فنوش امیرشاهی، بی بی سی. هفته دوم مسابقه های انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا به پایان رسید و در گروه A تیم ملی ایران بعد از پیروزی با یک نتیجه عالی در برابر عراق در صدر گروه قرار گرفته. پوریا جعفر، خبرنگار ورزشی ما که به قطر سفر کرده، از دوحه گزارش میده. ایستگاه دوم برای رسیدن به جام جهانی 2022 قطر از خود قطر می‌گذشت. بازی با عراق در استادیوم خلیفه دوحه. هنوز بازیکن‌های دو تیم عرق هم نکرده بودند که ایران به گل رسید. با پاس عمقی نورافکن، سانت عالی طارمی و ضربه سر محکم کاپیتان تیم علیرضا جهانبخش. عراق 0، ایران 1، دقیقه دوم بازی. در نیمه دوم هم ایران بود که از حریفش سرتر بود و دوباره به گل رسید. با پاس قوسی سردار آزمون و حرکت تمام کننده مهدی طارمی. در دقایق پایانی ایران گل سوم را هم زد. این بار با ترکیب کریم انصاری فرد و علی قلی‌زاده، دو بازیکن تعویضی که فقط چند دقیقه در زمین حاضر بودند. نتیجه نهایی عراق 0، ایران 3. بهترین برد جلوی عراق در نیم قرن گذشته. در نشست خبری بعد از بازی، مهدی طارمی و دراگان اسکوچیش سرمربی ایران حاضر بودند. هم سر گل اول هم سر گل دوم به نظر میرسه که بین شما تو خط حمله، هم بین تو و سردار، هم بین تو و علیرضا جهانبخش، یه تلپاتی وجود داره که همین صدا میکنید همدیگر رو، بدونید که ببینید میتونید پاس بدید. ما سالهای متعددیه که داریم با هم بازی میکنیم و خیلی شناخت خوبی از همدیگه داریم و خب حالا همینطور که میدونید جدا از فوتبال، ما بیرون فوتبال رابطه خیلی خوبی با هم داریم و این خودش تاثیرگذاره که میتونیم همدیگر رو تو زمین پیدا کنیم و بتونیم خیلی به تیم کمک کنیم. و واکنش سرمربی ایران به این برد درخشان. میخواستم بگم که این برد رو میخوام به مردم ایران تقدیم کنم. این برای شماست. و توضیحات مربی هلندی عراق بعد از شکست 3-0. ایران was today the better side, but the goals we give away on this level was very poor. ایران امروز تیم بهتر زمین بود، ولی گل‌هایی که ما از اونا خوردیم واقعا گل‌های بدی بودند. سر گل اول که خیلی اشتباه زیاد داشتیم. در مورد گل دوم که اصلا تو این سطح نباید چنین گلی رو دریافت کرد. و گل سوم البته گل خوبی بود. در کل خیلی ضعیف بازی کردیم. در همین روز چهار تیم دیگر این گروه هم به زمین رفتن که تنها برنده آنها کره جنوبی بود با یک گل مقابل لبنان. امارات و سوریه 1-1 مساوی کردند.
پایان هفته دوم مسابقه های انتخابی جام جهانی در یک حالت بدون نقص و ایدئال برای ایران. ایران 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن رو کسب کرده، با 4 گل زده بدون گل خورده در صدر گروه قرار گرفته و حالا سواحل قطر برای رسیدن به جام جهانی از هر موقع دیگه نزدیکتر به نظر میرسه. پوریا ژافره از دوحه قطر به ما پیوسته. پوریا ان شاءالله همیشه خوش خبر باشی. به نظر میاد که خیلی امیدوارن به صعود ایران. یه ذره زود نیست برای این امیدواری؟ چرا، شاید تا اندازه بشه گفتش که خب هنوز 8 مسابقه مونده، فقط 20% کار تموم شده، ولی مسئله اینجاست که تو گروه ایران که این 6 تا تیم وجود دارن، تا الان که داریم صحبت میکنیم 6 مسابقه انجام شده و 50%شون 3 تاشون مساوی شده و فقط 3 تاشون برنده داشتن و از این 3 تا تیمی که برنده شدن دو بارش مربوط به ایران بوده. بنابراین خب این سیستم امتیازدهی تو فوتبال که 3 امتیاز به تیم برنده میرسه و 1 امتیاز برای تیمی که مساوی میکنه، تا یه اندازه باعث میشه که اگه که تیمی شروع بکنه بردای زیادی رو به دست بیاره و بقیه نتونن بازیاشون رو ببرن، حتی اگه نبازن و فقط مساوی بکنن، این اختلاف امتیاز به یه اندازه میرسه که واقعا بعدن دیگه میشه گفتش که جبران کردن این اختلاف واسه تیم‌های دیگه سخت میشه. الان جدول به گونه‌ای که هست، خب ایران مثلا این بازی قرار بود که پوست موزی باشه، بازی سخت‌تر باشه. عراق خارج از خونه معمولا حریف سختیه، ولی که خب عراق تیم خوبی نبود و ایران تونست که 3-0 ببره بازی رو. و حالا بازیایی که از دور رفت باقی مونده، یه بازی جلوی تیم لبنانه که اون رو باید 3 امتیازش رو بذاریم به حساب ایران، یه بازی جلوی اماراتی که اونجا هم انتظار برد میره از ایران، و یه بازی هم جلوی کره جنوبی ماه آینده است، بعد از اون بازی ایران و امارات در دبی در تهران برگزار خواهد شد اگه که مشکلات حل بشه و این سیستم کمک داور ویدیویی رو بتونن سر زمان نصب بکنن در تهران. و اونجا اگه ایران بازنده نباشه جلوی کره، یک دفعه میبینید که در پایان دور رفت 13 امتیاز گرفته و بقیه تیم‌ها 6-7 امتیاز گرفته باشن حد اکثر، و یه دفعه وقتی که دور برگشت شروع میشه انقدر اختلاف امتیاز زیاد هست که ایران میتونه سریعتر برسه به جام جهانی. اما قبلا هم دوره‌ای بوده که ایران زمان مثلا همون سال 98 که در پایان با مساوی با استرالیا رسید به جام جهانی فرانسه، شروع خیلی خوبی رو داشت، ولی کم کم به مشکل خورد. اگر که این روند ادامه پیدا بکنه انتظار صحیح هست، ولی که الان هنوز یک مقدار زوده که هیجان زده بشن طرفدار ایران. به دلیل بحران کرونا دردسرهای زیادی در سطح جهان برای بازی‌های انتخابی اتفاق افتاده بود، اما به نظر میاد که در آسیا دو هفته گذشته دردسر خاصی ایجاد نکرد. تو آسیا هم دردسر بوده، ولی که اینجا یه مقدار یاد گرفتن که چجوری با این مسئله بهتر برخورد بکنن. خب دیگه داستان عجیب و غریبی که هفته پیش اتفاق افتاد، تقریبا میشه گفت بزرگترین مسابقه بین المللی فوتبال بین برزیل و آرژانتینه، که دیدیم مامورین بهداشت برزیل اومده بودن داخل زمین دنبال بازیکنهای آرژانتین میگشتن که اونها رو ببرن قرنطینه بکنن. دیگه اتفاق عجیب تر از این واقعا نمیشد. ولی که داستانی که هست در آسیا اینه که یکی دو تا کشور هستن تو شرق آسیا مثل استرالیا، مثل چین، که این ماجرا رو خیلی خیلی شدید گرفتن، اصلا اجازه نمیدن که بازی تو خاک خودشون برگزار بشه. چین تمام بازی‌های خودش رو اینجا در قطر برگزار میکنه و یه تعداد زیادی مسابقه اینجا کلا در قطر داره برگزار میشه و قطریام یاد گرفتن، دارن خودشون رو آماده میکنن واسه جام جهانی سال آینده. این مسئله‌ای که به عنوان حبابی هستش که واسه بازیکن‌ها ایجاد میکنن رو خیلی خوب خودشون بلدن. مثلا من دیدم بازیکن‌های تیم ایران یا عراق که اومده بودن عادت نداشتن، حتی توی نشست خبری هم جا رو جدا می‌کردن. هر کسی که با تیم ایران هست میرفت کنار یک فنسی گذاشته بودن، یک محدوده گذاشته بودن و میگفتن که اونا باید اونجا باشن، خبرنگارا، هیچ کس نباید به اینا نزدیک بشه. بنابراین اینجا تا یه اندازه راهشو یاد گرفتن که چجوری با این مسئله کرونا بتونن فعلا مماشات بکنن. پوریا خیلی کوتاه یه نگاهی هم به بازی‌های باشگاهی ایران بندازیم و می‌دونیم که 3 تیم باشگاهی ایران در آسیا بازی دارن. احتمال داره که تراکتور هم به دوحه بیاد، جایی که تو هستی.
درسته الان خیلی اخبار زد و نقیز عجیب و غریبی رو داریم میشنویم راجع به تراکتور. نامه‌ای رو نوشتن به فدراسیون فوتبال که خواستن کناره‌گیری بکنن، مسئله کرونا رو مطرح کردن، چند تا بازیکنشون تست PCRشون مثبت شده و چند نفر هم مصدوم دارن، ولی که خب در واقع اومدن جای یه تیم دیگر رو گرفتن تو این مرحله. و اگه که تراکتور اینجوری بخواد از مسابقات کنار بکشه، تبعات بسیار شدیدی نه فقط واسه تراکتور، واسه فوتبال ایران خواهد داشت و شاید این سهمیه‌هایی که در آسیا دارن رو هم حتی از دست بدن، یعنی حداقل یه تعدادیش رو از دست بدن. و دیدیم الان شنیدیم که مسئولین فوتبال آذربایجان، مسئولین استانداری آذربایجان دارن صحبت میکنن که این مسئله رو بتونن حل بکنن، هر جوری از مشکلات مالی تراکتور حل بشه. کلا دردسر زیادی واسه طرفداران عصبانی تیم تراکتور که امیدواریم که تو هفته آینده وقتی که اینجا مسابقه هستش حاضر باشن جلوی تیم عربستانی و واسه فوتبال ایران دردسر ایجاد نشه. متشکرم پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما از قطر. بعد از برنامه 60 دقیقه امشب قسمت جدید برنامه بین سطور ساخته حسین باستانی پخش میشه که موضوع اون سازوکار انسانیت زدایی از محکومان به مرگ و مشخصا از زندانی هایی که نهادهای امنیتی ایران به دنبال اعدامشون هستند. یک فرمانده سپاه قدس که در ارتباط با مبارزه با تروریسم داره کار میکنه، خبر جابجاییش این کار خبرنگاری محسوب میشه؟ در 22 آذر 99، یعنی تنها دو روز پس از نمایش فیلمی که قسمتهای از اون رو دیدید در شبکه 3 سیما، خبر اجرای حکم اعدام روح الله زم افکار عمومی رو غافلگیر کرد. در شرایطی که رسانه‌های رسمی بر مبنای اتهامات مطرح در فیلم تعداد بیشماری تیتر جنجالی ساخته بودند. جمعی از اونها حتی با تیترهای ابتکاریشون این تلقی رو ایجاد کرده بودند که فرد اعدام شده نیتهایی که بر اساس اعترافگیری از خودش یا بقیه به او منتسب شده رو در عمل هم به مرحله اجرا درآورده. مثلا زدن پایگاه سپاه در ازای 500,000 دلار. روح الله زم اعدام شد، نقش وی در ترور سردار سلیمانی. نقش زم در ترور شهید سردار سلیمانی. پرده برداری از موشک‌هایی که زم برای هدف قرار دادن مناطق حساس کشور آماده کرده بود. ماجرای حمله موشکی زم به پادگان سپاه. اعدام ایستگاه پایانی خیانت به کشور. روح الله زم به جرم در نتیجه روزی که روح الله زم رو دار زدند، احتمالاً خیلی از مخاطبان تریبون‌های حکومتی تصور می‌کردند که اون نه فقط مدیر یک رسانه دشمن نظام، که از عوامل قتل سرلشکر سلیمانی و طراح حملات موشکی به خاک ایران بوده. اگرچه حتی در میان 17 بند کیفرخواست آقای زم اثری از این دو اتهام مشخص وجود نداشت که طبیعتاً یعنی حتی در قوه قضاییه هم جدی گرفته نشده بودند. مهمتر اون که زم از 22 مهر 98 در بازداشت اطلاعات سپاه بود. پس به لحاظ منطقی معلوم نبود چطور میتونسته در حمله تقریباً 3 ماه بعد به قاسم سلیمانی در 13 دی 98 مشارکت داشته باشه. برنامه رو کاملش رو بعد از همین 60 دقیقه میتونید ببینید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون.